سازمان مسلمان آزاده به نقض قوانین حقوق بشری در ترکیه واکنش نشان داد سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در ای نادیده گرفتن حقوق بشر توسط دولت ترکیه و اقدامات حکومت این کشور در زمینه بازداشت برخی فعالان و مدافعان حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد در بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت که نسخه از آن به دست شیعه ویوز رسیده آمده است اقدامات حکومت ترکیه در زمینه دستگیری و بازداشت شماری از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر در این کشور به ویژه نمایندگان داخلی سازمان های بین المللی حقوق بشر را به شدت محکوم می در ادامه این بیانیه آمده است دستگاه امنیتی ترکیه طی چند روز گذشته شماری از فعالان و نمایندگان سازمان های حقوق بشری بین المللی را در این کشور بازداشت کرده که این اقدام نشان می اصل آزادی های فردی و عمومی در این کشور توسط حکومت ترکیه هدف قرار گرفته تا به صورت برنامه ریزی شده صدای معترضان صلحجو خاموش شود. سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه بیانیه خود آورده است از نظر این سازمان اقدام دستگاه های امنیتی در بازداشت مدافعان حقوق بشر مقابله آشکار با قوانین بین المللی مورد توافق و پدیدهی زشت و مردود است این بیانیه در ادامه افزود ترکیه باید این گونه اقدامات را متوقف کند و بدون هیچ قید و شرط و در اسرع وقت بازداشت شدگان فعال در زمینه حقوق بشر را آزاد کند. مسلمان آزاده همچنین حمایت خود را از ملت ستمدیده و استبداد زده ی ترکیه که از اقدامات وحشت آفرین دولت بر ضد ملت در رنجه است اعلام کرد. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود ضمن اشاره به اقدامات سخت گیرانه نهادهای ترکیهی در این کشور از تمامی تشکلها و سازمانهای حقوق بشری خواست تا ضمن محکوم کردن این گونه اقدامات ترکیه از های فشار خود برای مهار این رفتارها استفاده کنند.